خب دوستان عزیز سلام، خیلی خوش آمد میگم به شما و مهمانان عزیز جلسه‌مون. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط در حقیقت اهمیت این نشست ما در مورد خشونت به خاطر میشه گفتش که رویارویی با این بحران‌های اجتماعی سیاسی هستش که به خصوص طی چند سال اخیر در جامعه خودمون داریم می‌بینیم. به خاطر همین یه سری مجموعه نشست طراحی شده که در واقع وجوه معرفت شناختی و فلسفی خشونت و خشونت پرهیزی رو قراره بهش بپردازیم و از منظر حالا حوزه های مثل بنیادگرایی فکری معرفتی، آموزش، جنسیت، مذهب، زبان، اخلاق، روشنفکری و سیاست. یه معرفی خیلی کوتاهی از مهمانان جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. دکتر نجرانی که معرفت دکتر همتون هست، ایشون پزشک و نورولوژیست هستن، نوروساینتیست، نویسنده و خبرنگار. علاوه بر اینکه کارهای تعریفی گوناگونی از جمله کتابشون درباره جهان در مغز، زیستن جهان دوپاره، مغزپژوهی در نقد زیست جهان موجود داشتن، کتاب اخیرشون تحت عنوان تئاتر بکت و نورولوژی احساس اخیراً منتشر شده. ایشون مقالات بسیار زیادی دارن در حوزه ادبیات، موسیقی و فیلم و تجربه فیلمسازی مستند در حوزه اختلال فیلمسازی هم در کارنامه ایشون هست. دکتر فرهاد مهرابی عزیز هم پژوهشگر حوزه مدرنیسم ادبی هستن. ایشون کارشون رو با تحصیلات انسانشناسی در دانشگاه تهران شروع کردن، سپس در حوزه فلسفه علوم اجتماعی در مدرسه اقتصاد لندن تحصیلات کردن و نهایتاً هم در زمینه ادبیات تطبیقی به خصوص در زمینه مطالعات بکت دکترای خودشون از دانشگاه انگلستان گرفتن و بنیاد سامون بکت در انگلستان. حوزه‌های پژوهشی ایشان ایده پایان ادبیات، زیباشناسی شکست نزد بکت و از پژوهش‌های اخیرشون میتونیم تحقیق در حوزه روشنفکری ایران و جهان و مطالعات قصص تموجی رو نام ببرم. من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. ایده اصلی اینه که نزدیک یک ساعت و نیم سخنران سخن خواهند گفت و بعد به صورت گفتگو با شما دوستان ادامه خواهیم داد. به هر کدومتون یه در واقع کاغذ کوچیک میدم که لطفاً در این جلسه یادداشت بکنید سوالایی رو که دارید، به خاطر اینکه همزمان به صورت آنلاین هم داریم جلسه رو برگزار میکنیم، صداتون از دور ممکنه خوب شنیده نشه. به خاطر همین سوالها به من داده میشه، من در نهایت اینجا میخونم که دوستان صدا رو داشته باشن و ضبط صدا هم درستی انجام بشه. خیلی از همتون ممنونم و همچنین از مهمانان عزیز جلسه. من سلام عرض میکنم و خوشحالم که امروز خیلی جمع میشیم. به نظر میسه از دو آقا به نظر میسه همه فرش و اینتلیجنت دارم صحبت میکنم و خیلی ممنونم از آقای دکتر مهرابی عزیز که این در واقع شروع کننده بحثشون بودن، پیشنهاد کننده ایشون در واقع و پیشنهادی که دادن من با کمال میل قبول کردم و در نتیجه ایشون سخنگوی جلسه هستم. من هم فقط بعضی جاها اگر سوادم قد بده یه جاهایی کمک میکنم که یه چیزایی که یاد گرفتم رو من بیشتر اومدم جو یاد بگیرم راستش از شما ها تا چیزی بتونم از خودم بگم. علی حال من فکر میکنم که آقای دکتر مهرابی اون تقسیم بندی که کردن حتی ما چهار جلسه رو هم صحبت کنیم درسته؟ این جلسه اول اون چهار جلسه خواهد بود و من فکر میکنم اون تقسیم بندی که آقای دکتر مهرابی کرده ما اون رو رعایت کنیم و همه جور پیش بریم. مطمئنم که چون با نظم و ترتیب و چیزی که من ازشون میشناسم خیلی بهتر از من میتونن جلسه رو راهنمایی راهبری بکنم که بعد هر کدوم من فکر کنم به صورت گفتگو هم باشه خیلی بهتره. یعنی ما خیلی به صورت سخنرانی نمیخوایم که جلسات باز بشه، بلکه نکاتی رو که ایشون میفرمایند بعضی چیزایی که من به نظرم میرسه که در اون نکاتی رو که مطرح کردن برای منم مطرحه اونا رو بازگو میکنم برای شما و بعد هم که با هم دیگه صحبت بله سکان رو میدم دست شما و پیش ببرید. بالا آقای دکتر نجر کار من خیلی سخت کردن. من اول سلام از خدمت همه این دوستانی که تشریف بودن ایشون کار من خیلی سخت کردن و بار اصلی انداختم گوشم ولی اشکال نداره.
در هر صورت باعث افتخار من خدمت ایشون باشم و اینکه حقیقتا میخوام از نظرات ایشون خیلی استفاده بکنیم. من در ادامه صحبتی که آقای سراجوی عزیز فهمیدم خیلی کوتاهشون صحبت کردن و ضرورت این جلسات، حقیقتا دو ماه پیش بود که صحبت اولیه رو علات خان بود و میگوی اینجا هستن پیشنهاد اصلی رو ایشون دادن و بعد من فکر کردم خیلی موضوع خوبی است، به خاطر اینکه اولا ما وسط اتفاقاتی بودیم که در خاورمیانه هر روز هم داره متاسفانه آتشش تندتر میشه و حس کردیم که شرایط بگونه ایست که میشه در مورد مسئله صحبت کرد. در اصل کشور ما از پارسال پاییز وارد یک چرخه دوباره البته متاسفانه خشونتی شد که خب برای همه ما تأسف برانگیز بود و بعد اتفاقات اخیر خاورمیانه و بعد من خودم رو هم فکر میکردم که دو روز بعد از این جلسه ما اتفاقات طرف کرمان رو هم داشته باشیم که خیلی مربوطه به صحبتی که میخوایم بکنیم. ما اینجا قرار روی این مفهومی صحبت بکنیم که حقیقتا در کانون نظری سیاسی هست اما در این حال نسبتش با مسائل اخلاقی و نسبتش با مسائل معرفت شناختی همیشه متوجه فلسفه متفکرین بوده. خشونت در کون خودش ممکنه فکر کنیم که با یک مفهوم خیلی ساده رو بگیریم، ولی حقیقتا خیلی مفهوم پیچیده و چندبعدی بوده و اصلا شما به متون کلاسیک در این حوزه نگاه بکنید اغلب تعریفش و حدودش مورد بحث و مورد مناقشه است. اگر من با یک تقسیم بندی خیلی کلی شروع بکنم، صرفا یکی از راه‌های اسم می‌تونیم بحث شروع بکنیم و بعد به همراه آقای دکتر ببینیم که یک گفتگوی سازنده بتونیم با هم داشته باشیم، من یه تقسیم بندی رو که خیلی کلاسیک هست باهاش بحث شروع می‌کنم، اونم خشونت استراکچرال هست و خشونتی که در واقع تعریفش مبتنی است بر بحث مشروعیت. استراکچرال در واقع به همه ساختارهایی میگه که شما خشونت رو و معمولا جامعه شناسی نمی کار بکنید، شما خشونت رو در جامعه اعمال بکنید و معمولا در جناح چپ یا لفت وینگ پالیتیکس سیاست جناح چپ معمولا بهش ارجاع داده میشه. خشونت رو در همه عرصه های زندگی میبینم، شما بهش دارید مثلا برد و فهمید بکنید نگاه بکنید همه ساختارهای قدرت رو در همه جا میگیره، در واقع اعمال خشونت رو در همه جا میبینه و این رو محدود نمی کنه به اینکه ما صرفا از بکار بودن زور در شکل غیرقانونیش که سنت لیبرال این خیلی علاقه داره روش تاکید بکنه محدود بکنه. چون اگر ما صرفا بحث بکار بودن مشروع زور رو در تعریف خشونت لحاظ بکنیم، این چیزیست که سنت لیبرال راستا خیلی روش تاکید دارن در تعریفشون از خشونت، ولی چپا خیلی مبسطتر میبینن داستان رو. همه نهادهایی که حتی نهادهای آموزشی، نهادهای درمانی، فکری، اینا همه میتونن به یک معنا ساختارهای قدرت رو باستا بدن و یک خشونت نهادی رو در پیش ببرن. این یه بحث خیلی مهم نیست و یک تقسیم بندی مهم نیست که خیلی وقتا در واقع در تعریف خشونت بهش ارجاع داده میشه و برای فهم وضعیتی که ما الان درش هستیم در مملکت خودمون به نظر من خیلی مهمه. ما الان در این وضعیت، من اگه بخوام بگم، حس میکنم شکست جمعی هستیم نسبت به تغییرات عمده‌ای که بیش از 100 سال حس میکنم کشور به دنبال این بوده که محقق بکنه و موفق نبوده جامعه در تحقیقش و خیلی چیزهای ساده هم هست. حق تعیین سرنوشت، آزادی های سیاسی است، شرایط بسامانه اقتصادی است و واکنش به اینها طبعاً خیلی وقتا شکل و شمایل خشنی به خودش میگیره که پیامت های ناگواری هم داره. این خشونت میتونه همه جنبه هایی که شما در ذهنتون هست در بر بگیره، از خشونت نسبت به خود که میشه اسمش رو در واقع خودکشی بذاری گرفته تا خشونت نسبت به دیگری، و لزوما هم اینجا من میگم خشونت فیزیکال نیست، همه ابعاد محدودیتی که در بین خشونت میشه تقسیم نمیده. یه زمان من یادم اولین باری که آقای دکتر دیدم ایشون از این پدیده خودکشی اعتراضی صحبت کرد، پارسال آقای محمد مرادی در فرانسه این کار کردن. شما این حال خشونت نسبت به خودت میکنید و وضعیت رو نشون میدید بهش معترضی و ایشون از این پدیده به عنوان یه پدیده تا حدی جدید و خیلی ریشه دار اینا صحبت کرد. من اگه شما نکته میکنید در این زمینه بگید فکر میکنم رو دکتر زمان خوبی است که من در ادامه بحثی دارم. خیلی ممنون، خیلی لطف کردیم که منم کمک کردیم که منم شروع کنم بکنم به اینکه اصلا به نظر من خشونت تعریف درستی
آیا داره یا نداره. سوال من خواهدی خشونت رو شبیه بودیم تعریف بکنیم با آیا خشونت در همه شرایط به یک معناست یا نه؟ به نظر من خشونت یک مقدار به شرایط وابسته است، یعنی تعریفه، یک کانتکستواله، یعنی شما کجا از خشونت صحبت میکنید و از این خشونت چه مستفاد میشه، چه اثرات میزنه. البته ایشون آقای دکتر شروع کردم به اینکه خشونت رو در بحرانهای منطقه‌ای تعریف کردن، ولی ما در حال در چه شرایط جهانی رو هم باید ببینیم، باید چه شرایط جهانی رو زندگی میکنیم. یعنی کانتکست ما فقط خاورمیانه نیست، بلکه کانتکست جهانیه که به نظر من پر از خشونت. یعنی ما در شرایطی زندگی میکنیم خشونت داره افزایش پیدا میکنه به نظر من. حالا میتونید شما آرگیو بکنید که نه خشونت اصلا زیاد داره نمیشه، داره ما در این وضع بهتری رو داریم پیش میبریم. این برمیگرده به این که به نظر من میرسه نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان ما با یک نظام نابرابری و تبعیض وحشتناک روبرو هستیم که این نظام نابرابر و حاکم محکوم رو و زورگو و زورپذیر رو در واقع داره بیشتر و بیشتر میکنه. اشاره فرمودن آقای دکتر به شرایط لیبرال جهانی که خشونت زا هست، منم باش موافقم کاملا، و مخصوصا لیبرالیسم نوع جدیدش، نیو لیبرال، به نظر من خشنتر از سابقه. برای اون موقع ما یه دولت رفاه داشتیم در کشورهای دموکراتیک که این دولت‌های رفاه یک مقداری از اون فشار در واقع خشونتی رو که بر طول مردم بوده رو کم کرد، ولی نه تنها در حوزه به اصطلاح کشورهای پیشرفته، بلکه در حوزه کشورهای جهان سومی، چون زور به حال ما با یک سیستم های تبعیض‌آلود در کل جهان رو هستیم، این به حال پخش میشه، خشونت به همه جا میرسه، مخصوصا که الان کارگرا، زحمتکشا و ضعفا به طور کلی مجبورن از خانه و آشانه، خانه و کاشانهشون کنده بشن و به صورت فردی برن جاهای دیگه زندگی کنن. اون چیزی که به نظرم این مسئله رو باز تشدید میکنه این ایندیویدوالیسمیه که در کشورهای غربی هم در کشور ما داره بنیادش بیشتر و بیشتر میشه. یعنی چی ایندیویدوالیسم؟ چرا خشونت رو زیاد میکنه؟ برای اینکه انسان در ارتباط با دیگری معنا پیدا میکنه. حالا این دیگری اگه خیلی گنده بشه و حاکم بشه، خب خشونت زاست دیگه، اصلا خود این رابطه خشونت زاست. وقتی که من با دیگری در یک رابطه نابرابری قرار بگیرم و در نتیجه اون به من زور میگه، من باید زور اون رو بپذیرم. اون خشونت میکنه، من باید خشونت اون رو بپذیرم، ولی که اون حاکمه. اگر من اطاعت نکنم خشونتش رو زیادتر میکنه. در این وضعیت نابرابری که ما در کانتکست جهانیش قرار داریم و از یک طرف در کانتکست منطقی قرار داریم، اینا همدیگر رو دائما تشدید میکنن. به این معنا که اگر شما الان با فاندمنتالیسم که آقای دکتر اشاره کردن بهش روگو هستید، این فاندمنتالیسم رو، این به اصطلاح بنیادگرایی رو، من هم در سطح جهانی میبینم هم در سطح منطقی، و این دوتا همدیگر تشدید میکنن. یعنی اینجا ما بنیادگرایی های عقبگردی داریم به سوی ایده های فراجهانی، فراطبیعی و فراواقعی در واقع که و اونهاست که حکم میرانن و ما باید اطاعت کنیم، یک فاندمنتالیسم که خشونت ایجاد میکنه خودش،
یک فوندامنتالیسمی هم در سیستم جامعه سرمایه‌داری امروز داریم که اون هم همون جامعه لیبرال رو که آدم‌ها رو از هم جدا می‌کنه، منفرد می‌کنه و بی‌دفاع می‌کنه. برای اینکه ما با همدیگه است که می‌تونیم در پیوند با همدیگه در مقابل این خشونت ایستادگی کنیم. انسانی که تنها میشه از خود بیگانه میشه. به این معنا ما می‌دونیم که انسانی که از خود بیگانه میشه از معنا زدوده میشه. به این معنا که در پدیدارشناسی ما یک تعریفی داریم که میگیم خشونت اصلا زاده این هست، خشونت ایجاد بی‌معنایی در زندگی میکنه، یعنی سنس میکینگ ما رو از بین میبره. به این معنا که شما رو از دیگری مجزا میکنه و یک رابطه نامتعادلی ما بین من و دیگری ایجاد میکنه. به این اصلا معنای فلسفی پدیدارشناسی این خشونت هست. این خشونت معنازدائی میکنه. خشونت یک نوع از خود بیگانگی ایجاد میکنه. اگه به این معنا خشونت رو بگیریم، بعد میبینیم که خشونت چه بر سر ما داره میاره. چه در چیز منطقی، در معیار منطقی تو خاورمیانه، و چه در معیار وسیع در جهان. با این تعریف از خشونت، بعد اون رابطه‌ای که شما میگید خشونت پرهیزی، حالا چجوری اتفاق میفته، ما باید راجع به اونم فکر بکنیم. پس ابتداعاً این سوال رو مطرح کنیم که این خشونت که یک همچین خاصیتی داره، آیا همیشه یک عامل منفی تخریبی است؟ این سوال خیلی گنده ای. یا نه، خشونت بعضی موقعا به نفع ما هست، ممکن باشه، یعنی نسسری و آن نسسری بودن، یعنی لزوم داشتن، الزامی بودن یا الزام نداشتنش. ما که پزشکی خوندیم، ببخشید من یه ذره طولانی شد، نه من خواهش می‌کنم، ما که پزشکی خوندیم می‌دونیم که ما اصلا تو پزشکی خشونت توش هست. از روز اولی که من رفتم دانشکده پزشکی، اصلا آناتومی، کلاس آناتومی یک جور آدم رو در یک چیز صحنه خشونت آمیزی قرار میده نسبت به این جسدی که ببینه باید این تیکه پارش کنه تا ببینه چیه، چه خبره، خوزا چیه. و بعد هم همین جور که وارد میشی، من الان تعجب مثلا میگم یه اون خشونت نیست که ما این بیماران رو زیر دستگاه و این چیزا نگه میداریم توی آی سی یو یک ماه، دو ماه، سه ماه. حالا یه مریض جدیدی اومده بود که سه ماه بود توی آی سی یو. و این خشونت نیست که ما داریم دوا میکنیم، آیا لازمه این؟ و چیزای دیگه، عمل جراحی خودش خشونته. حالا آقای دکتر فرمودن راجع به خودکشی یه به اصطلاح خشونت به خود هست. و اینجا خود به دیگری خیلی جالبه. به اینجا میرسیم که خود به دیگری با هم ساخته میشه با ما از زمانی که ما متولد میشیم، یعنی I and others با هم دیگه رشد میکنه. من خودم رو در دیگری میتونم تکمیل میکنم بکنم و دیگری خودش رو در من میتونه تکمیل بکنه. اون امپاتی که ما بین انسان ها میتونه وجود داشته باشه و آغاز به اصطلاح انسانیت ماست که همدیگر رو اپریشیت کنیم، همدیگر رو بفهمیم، همدیگر رو درک بکنیم. ولی وقتی که خشونت به بار میاد، دیگه این اپریشیشن دو طرفه معنایی پیدا نمیکنه دیگه. پس بنابراین ما در این حالی که میتونیم به دیگری خشونت بکنیم، به خودمونم میتونیم خشونت بکنیم. حالا بازار خشونت بسیار بسیار داغه. از یه طرف شما فکر کنید که به نظر من عمل زیبایی خشونت با خود. الان بزرگترین بازار رو خشونت آمیزه، ولی زیبا کننده رو بهش میگیم خشونت زیبایی. واقعا خشونت زیبایی داریم دیگر اما. و ببینید که هیکل درست میکنن الان دیگه فقط صورت نیست، اون موقع فقط صورت.
و خیلی هم خیلی رایج و همم هم عاشقانه میرن. الان ما مرد هم دیگه اضافه شدن مورد خانم ها میرفتن، فقط الان دیگه آقایون هم میرن برای زیبایی سازی. خب حالا این مرز اینجاست که ما به خودمون هم میتونیم خشونت بکنیم. مثلا ما یه بیماری داریم به نام آنورکسیا نروزا، یعنی اینقدر تو نمیخوری بمیری ولی میخوای لاغر کنی خودتو برای اینکه از هیکلت خوشت نمیاد، این خودآزاری دیگه. و خیلی از بیماری های دیگه که ما داریم که این حالت رو داره، یعنی ما میتونیم در این حال که به خودمون آزار میدیم، خودکشی که فرمودن و واقعا خودکشی میتونه حالت افرازی داشته باشه، حالا بعدا میتونیم بهش صحبت میکنیم، ولی یک خشونتیه که به خود آدم وارد میکنه و همه اینها تو کانتکست باز میگنجه. یعنی ما ببینیم کدوم خشونتی چقدر داره تخریب میکنه. یک مسئله که تو خشونت به نظر من خیلی مهمه مزمن شدن خشونت، یعنی ما هر ممکنه در لحظاتی در یک شرایطی خشونت بورزیم ولی بعد برگردیم به خودمون، یعنی اون سنس خودمون رو از دست بدیم، معنای زندگی و از خود بیگانه بشیم که دوباره برگردیم به خودمون و از بیگانگیمون رو در واقع مرتفع بکنیم، یه جوری برگردیم به حالت طبیعی. ولی اگر شما به طور مکرر در معرض خشونت باشید یا خودت خشونت بکنی، دیگه این برات عادت میشه، حبیت میشه. ما موجوداتی حبیتشوال هستیم، یعنی به محض میتونیم در هر شرایطی به اون شرایط عادت کنیم. ولی وقتی که شما در یک محیط که دائما تحت خشونتی یا خشونت تو خودت باید خشونت ببرزی، دیگه این برات عادت میشه، یعنی یک آدمی میشی که دائما خشونت یا باید ببرزی یا خشونت ببرزی دیگران تو خشونت نماز بدارن. به این پاتولوژیکاله، این پاتولوژیکاله، یعنی ما الان با یک شرایطی در وضعیت جهانی و منطقی روبرویی که به نظر میرسه این خشونت دیگه داره ناعادینه میشه در وجود ما و اینه که خطرناک میکنه. مثلا اگر نه خشونت میتونه بخش از زندگی ما باشه. نه اتفاقا ماهیت این گفتگوها هم همینه که حالت این مبادله فکری رو داره و میتونه واقعا مسیر مختلفی رو بره. مثلا شما به فردیت بحثتون با فردیت شروع کردید و اینکه این عامل خشونتی خب این از خیلی جواب میشه بشه بهش در واقع ورود کرد. مثلا همین بحث عمل زیبایی هم دیگه شما مطرح کردن و اینطور نجد پیر بودی جامعه شانس فرانسوی در همین مورد میگیم که سوژه به طور کلی در واقع سوژه مهمترین فاکتور برای اعمال سلطه است. یعنی از خود سوژه وقتی شما کار شروع میکنید و خود سوژه در واقع بخواد که این سلطه بهش اعمال بشه و مهمترین مجراییه که مکانیزم سلطه خیلی خودش بازتولید میکنه. و این اتفاقا از بعد سرمایه‌داری این اتمیزه کردن انسان همچنان وجود داشت. مارکس اینو گفت در 18 مقاله که جامعه سرمایه‌داری آدم‌ها رو آدم سک و پوتیتو مثل یک کیسه سیب زمینی، یعنی مجموعه سیب زمینی که اینا خیلی شبیه هم به هم، در این حال حس میکنن یه فردیتی دارن اونجا، در این حال اینها چون فردیت زودایی اتفاقا ازشون درشون اتفاق افتاده، تشخص و تکمیلی ازشون گرفته شده و در یک انبوه میشن که حالا فجایع قرنویستگی توتالیتاریزم اینها در ادامهش میاد. یعنی سوژه نقاد دیگه نیستن، صرفا مصرف کنندن و این خودش در واقع میشه این مکانیزمی در اختیار دستگاه ماشین دولتی و خودش میتونه مبدا و منشأ خشونت باشه. چون خشونت در کانون نظری سیاسی هست، شما هیچ وقت نمیتونید در مورد فلسفه سیاسی نظری سیاسی صحبت بکنید نسبت به قانون و خشونت در کانون در کانون سیاست هست و اینا اصلا قابل انفکاک نیست. تمام نظری پردازها در چپ اینو بگیرید تا راست، از اگامبن بگیرید تا آرنت تا فوکو تا اشمیت تا بنیامین که چپان این رو خیلی روشون تاکید دارن، تا اون بعد در راست که به نظریات خشونت پرهیز راسکین و در واقع گاندی و بعد سورو و اینا ارجاع میدن. معمولا چون بحث خشونت پرهیز اساسا خیلی مورد اقبال روشنفکرهای راست در ایران بیشتر بوده، چون اونها یه مجرایی میدونستن برای اینکه وارد مسائل اساسی نشن. مسائل اساسی هم در واقع
خشونت خیلی کلانتری است که روی جامعه میتونه اعمال بشه، فارغ از در واقع مسائل سیاسی که معمولا شما وقتی از خشونت صحبت میکنید در قدم اول مسائل سیاسی و خشونت سیاسی به ذهنتون میرسه، در صورتی که خشونت میتونه خیلی عمیق‌تر باشه، در کون یک جامعه، در ساختارهای اقتصادیش در واقع شده باشه. وقتی یکی در جامعه امروز ایران هزینه عمل قلبش چند صد میلیون ممکن بشه و این توان پرداخت این پول رو نداره و میمیره به واسطه اینکه این پول رو نداره، این یکی از برمانترین وجوه در واقع اعمال خشونته. مسئله اساسی در واقع برقراری جامعه است که افراد به خاطر شرایط محصول کنندهش که فقط نمیتونه سیاست خواسته بشه درمانده نشن. خشونت میتونه این شکلی برای جامعه باشه. اینکه دوستان در جناح لیبرال و حتی بخشی در چپ نو دائما بحث رو صرفا در حوزه سیاست میبینن یا کمتر ورود میکنن به مسائل یک مقداری معطوف به تغییر و اکتیویستی، به خاطر اینکه نمیخوان ورود بکنن به مسائلی که از جهت روشنفکری از اونها ممکن از این نظر باشه. آقای ما اینجا میخوایم گفتگو کنیم و آسیب شناسی جریان روشنفکری هم بکنیم، بنابراین اگر اسمی برده میشه ابدا من دست کم هیچ وقت دست تخلیل ندارم، صرفا میخوایم یک مبادله فکری انجام بشه. آقای رامین جهانبرگی که من بسیار ازشون آموختم و استاد من بودن، چندین کتاب نوشتن در مورد نسل چهارم مثلا روشنفکری ایرانی، روشنفکری که به زعم ایشون بعد از دوره مشروطه و اینها چند نسل روشنفکری داشتیم، روشنفکری بوده که در واقع ایدئولوژی زده نیست مثلا در بعد از انقلاب و دنبال این ایدئولوژی زدایی بکنه، یه فضای باز نقد ایجاد بکنه از این داستان. ولی جالبه که ما هیچ وقت مثلا در ایشون که یکی از مهمترین شخصیت‌های جناح راست لیبرال روشنفکری ایرانی بحثی معطوف به تغییر اجتماعی نمی‌دونیم و نمی‌خواد وارد این بحث بشه و نمی‌خواد وارد این بحث بشه اون شاخه از روشنفکری ایرانی، به خاطر اینکه این احتمالاً مثلا دوباره شاهده روشنفکر متحد یا حالا هزینه‌هایی که ممکنه داشته باشه رو در پی بیاره. در صورتی که شما در بخش عظیمی از روشنفکری دنیا می‌بینید که این نگاه که معطوف به تغییر اجتماعی درشون خیلی بارزه، از ادوارد سعید گرفته که یکی از مهمترین نمایندگان این نهضت از روشنفکری، کاملا این خواست برای تغییر، تعهد برای تغییر وجود داره و اتفاقا برخلاف برخی از چپ‌های نو مثلا میان، حالا ما بحثا رو می‌بریم یواش یواش وارد بحث‌های جدی‌تر بکنیم، جدی‌تر در مورد روشنفکری بکنیم، که بخش از چپ نو مثلا به کسانی که علاقه به حوزه نو استعماری دارن میگن اینا چپ‌های محور مقاومتی هستند به فرض، یا اینا چپ‌هایی هستند که خیلی مناسبات نو استعماری براشون در هر جایی هست. منطقه حقیقتاً شما در شاخص‌ترین چهره های نظریه نو استعماری وقتی نگاه میکنید ما همیتاً دلوستی تمدن قرنی هم بودن و اینا نادیده نگیرد. خود ادوارد سعید اولا اینجور نبود که در تمدن قرن رو نفت بکنه، یه پیانیست درخشان بود برای تسلیف باره و موسیقی کلاسیک قرن، دوست دنیل برنبون بود و تزی میکتارش در مورد جوزف کنراد نوشته بود، همیقاً عاشق تمدن قرن بود، همیقاً زیدیتی با تمدن قرن نداشت، اما میگفت شما سویه های تاریک عقلانیت روشنگری رو هم باید در کنار این ببینید، یعنی فرآیند استعماری بخشی عظیم از مدرنیته بوده که ما امروز الان داریم میبینیم. اینو نمیشه صرفا با یک حرف که این نوع استعماری است و اینها و نمیدونم آب به آسیا بخشی از دولت های ارتجایی فرضاً مثلا در خارج میبینید که اینا با امپریالیسم جهانی مشکل دارن چون اینا بحثشون ممکنه آب به آسیا رو بزنن و حذف بکنن، اولا این شکلی نبوده. روشنفکری ایرانی به نظر من خصوصا در مورد بحث خشونت نیازمند اینه که به این شاخه از روشنفکری دنیا که خیلی متعهدانه خواسته به وضعیت نگاه بکنم فکر بکنه و اینها رو وارد بحثایی که در واقع تفسیر واقعیت موجود هست هم وارد کنه. جمله مارکس داره معمولا، حالا من کلی یادداشت هم دیگه بودم در مورد تعریف خشونت از جهت تئوریک صرفا که یه مقدارم زیادی شاید تئوریک هست و وارد اون هم میتونیم بشیم، ولی حقیقتا فکر میکنم میتونه همزمان حالت خیلی ملموس‌تری هم بحثا پیدا کنه. مارکس جمله‌ای داره میگه، خیلی جمله معروفی که همه قطعا شنیدین، که فلاسفه تا به امروز جهان رو تفسیر کردن الان به بابت تغییر جهان، یعنی این خواست برای تغییر برای او خیلی اصل بود. حالا فارغ از اینکه این جمله خب میشه بهش نقد و وارد کرد که هر تفسیری از جهان، تغییر جهان هم از شما نمیتونید جهان بسازن، تفسیری کنید که تغییر درش
ایجاد بکنیم. خیلی از این دعواها، خیلی از این خشونت‌ها، خیلی از این مناقشات حاصل تفاصیلی بوده، حالا مذهبی، غیر مذهبی، هر چی که از عموم شده، بنابراین اینو جدا از هم نیست. و ماهیت در واقع تحریف خشونت خودش به یک معنا یه اکتیویسم، یک تعبیری درش هست، به خاطر اینکه شما حس میکنید با تعریف خشونت انگار دارید خشونت ورزی هم میکنید، چون در واقع خواستید به ماده خام جهان یک ایده ای رو بوال کنید. آقای دکتر جرمس میشون در زمین صحبت کنید، هر گونه تفسیر پردازی، مفهوم پردازی اساسا یک عمل خشن، بنابراین تعریف خشونت از این جهت خیلی پارادوکسیکاله و میشه به این پرداخت. من چون میخوام خیلی حرف بزنم تا اینجا، آقای دکتر نکته‌ای اگر هست در مورد مفهوم پردازی خشونت این بحثی روشن بشه، اگر نکته‌ای هست. آره، یه ذره ملموس‌تر اگر بخوام صحبت کنیم در رابطه با بحثی که آقای دکتر می‌فرمایند، شرایطی که الان در رابطه با همین بمب‌گذاری تروریسم داریم دیگه، تروریسم به اصطلاح انتحاری، خب خشونت تروریسم یک موضوع بسیار مهمیه. من یه مقاله حدود 7-8 همون موقعی که داعش ایجاد شده بود، برای منم خیلی جالب بود که چجوری یک آدمی خودش رو بمب می‌بنده، میلیاردی دیگر رو می‌کشه. خب این و یه منتالیتی خاصی داشته باشه دیگه، یه ذهنیت خاصی داشته باشه که به هر حال این دیگه این جهان رو به هر شکل دیگه نمیخواد دیگه تجربه بکنه دیگه، یعنی میخواد خودش رو نابود کنه. ولی چرا یه همچین آدمی خودش رو نابود میکنه؟ یه آدم هم نیست، یه گروه بزرگی درست میشه که این گروه از همه جا هم سربازگیری داره میکنه. بسیاری از افراد مؤثر همین داعش میدونید که از غرب اومده بودن، از انگلستان. یک جایی بود که من خودم دیدم دیگه، خیلی خیلی سرباز زیادی گرفته بود. و بعد آدم های تکنیکال با تجربه درس خونده، بعضیشون دانشگاه رفته، به هر حال آدم های باهوش، و چجوری ممکنه که یک گروه فوندمنتالیست بسیار عقب مونده بخواد یک همچین سربازانی داشته باشه که باید برش بجنگ؟ واقعا سوال بزرگیه. یعنی مدت ها من فکر کردم یعنی چی؟ و این خشونتی که اینا اعمال میکنن فقط به کسای دیگه نیست، با اون ادهی نیست که میکشن با خودشون، که این رندومه دیگه. اصلا قانونش هم اینه که مهم نیست که تو آدم های معروف رو بخوایی بکشی، تو آدم های عادی رو تو خیابون میکشی، فقط مهمه که سرسدایی که راه میندازی چقدر بزرگ باشه. پس بنابراین برایشون مهم نیست که تارگتی ندارن به اون معنا، فقط میخوام وحشت ایجاد کنن. که و جالبه که این ارتباطش با میدیا، با میدیای قرن 21 که اگر نبود شاید این نیروهای انتحاری هم اینجوری عمل نمی‌کردن، یه جور دیگه برمی‌کردن. برای چی این کار میکنم؟ برای اینکه خبرش پخش بشه، این یکی از چیز هست. پس بنابراین یک عاملی که داره به این نوع فاندمنتالیسم داره یک جوری کمک میکنه، همون تکنولوژی پیشرفته امروزی جهان اولیه، چیزی به ربطی به جهان سوم نداره، برای اینکه پخش میشه فوری. الان همین حمله دیروز مثلا تو کرمان، ببینید که تمام میدیای جهان منفجر شد از این خبر. دوم اینکه نگاه بکنید که یک فردی که انتحاری عمل میکنه به عنوان یک کسی که اعتقادی به یک باوری رسیده. باور چی؟ این باور ماورایی باید باشه، متافیزیکیه دیگه، یعنی باور این جهانی نیست. یعنی یارو خودشون نمیکشه که به جایی برسه، به مقامی برسه،
به درجه ای برسه، بلکه این خودشو داره میکشه که به اون ایده و باوره برسه، به اون به اصطلاح پایدار بمونه، به اون اعتقاد باور بمونه توی اون اعتقاد باور. خب یک همچین آدمی چه نوع باوری میتونه داشته باشه؟ یه باور فرازمینیه دیگه، یعنی من وجودم، جسمم، بدنم اهمیتی نداره، من در راه هدف آرمان اون دنیایی که دارم که خداوند من میبرده بهشت مثلا فوری و دارم یک کفر رو در واقع زمین کفر رو دارم شخ میزنم که خودم برم برسم به بهشت، غیر از این نمیتونه باشه. پس این رابطه خشونت با اینکه یک عامل متافیزیکی اعمال شده از بیرون و آمرانه هست در شکی نیست، یعنی خدایی هست که آمرانه به من دستور داده که من برم خودم رو بکشم تا به بهشت برم. و این فاندمنتالیست در اینجا میتونه یک رابطه پیدا کنه با هر اتوریتی که اون بالا نشسته به من بگه این کار بکن من این کار بکنم. یعنی خشونتی که ما در رابطه با حاکم و محکوم در کشورهای خاورمیانه می‌بینیم از جمله خودی، یکی اون بالا که در ارتباط با خداست یا خودش با خدا حرف میزنه به شما میگه که آقا برو این کار رو بکن. من منظورم اینه که یعنی خود خشونت انتحاری اصلا معناش همینه دیگه، معناش همینه، معناش اینه که شما وصلی به یک نیروی فرای زمینی و اون نیروی فرای زمینی بهت میگه که آقا برو این کارو بکن. پس خشونت میتونه زاده این نوع ارتباط باشه. در غرب حالا چرا این وصل میشه این تروریسم انتحاری و خشونتی با خشونتی که ما در جهان داریم به عنوان یک بعد جهان سومی در روی سیستم نظام سرمایه‌داری امروز داریم تجربه می‌کنیم؟ نظام سرمایه‌داری از چی درست شده؟ کالا دیگه، تولید دیگه، تولید 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 تولید، زنجیره تولید، تا جای دیگه میتونی برو اصلا کارت نباشه که چی داری تولید می‌کنی، باید تولید کنی و همه اینا تولید، حتی خشونت هم میتونه تولید کنی، خشونت هم تولید میکنی و چیز داره و بازار داره، بازار داره، این بازار میسازه. خود تروریسم انتحاری هم بازار داره، بازار میسازه و داره منفعت تولید میکنه. و بعد کالاهای دیگه هم همینجور که راجع به عمل جراحی گفتیم، خشونت های دیگه گفتیم، همه اینا یک جور جاذبه کالایی برای شما ایجاد میکنه. و پشت اینا چیه؟ پشت سرمایه‌داری که تو باید رقابت کنی تا به دست بیاری، یعنی تو به عنوان یک فرد باید با یک فرد دیگه در رقابت بیفتی و تا منفعت تولید کنی، در رقابتی که منفعت تولید میکنه، رقابتی که بازار درست میکنه. چی تنظیمگر این بازاره؟ اون بازار بزرگ رو چی تنظیم میکنه؟ دست نامرئی سرمایه. دست نامرئی سرمایه همون متافیزیکیه که در دست داعش هم شما میبینید. در دست هر دو یه متافیزیکی هست که با اعمال میکنه این خشونت رو، اعمال میکنه این نابرابری رو. من توی همین جریان به اصطلاح پاندمی هر چیزی که اسمشو بذارید، کرونا، خیلی قشنگ شما میبینید اون موقع ما پیشبینی میکردیم که کرونا باعث نابرابری بیشتر در جامعه شد، یک بلایی اومده عمومی، ولی این چیکار کرده؟ فقط جیب یه عده دیگری رو پر کرده. خب این دست نامرئی بازار دیگه، یعنی همون دست نامرئی متافیزیکی که شما فقط قدرتش، اعمال و قدرتش رو می‌بینید و شما به عنوان یک فرد مجبوری اون
خشونت رو تحمل بکنی، مجبوری همه بلایای اون رو که تو خانه‌نشین میکنن، نمیدونم با کسی نمیتونی ارتباط برقرار کنی. و این جامعه، جامعه‌ای که اینجوری درست میشه، چیه قهرمان میسازه؟ ما هم قهرمان میسازیم. یعنی اصلا این نوع رابطه نابرابر تنها میتونه قهرمان بسازه. مثلا من یادم میاد توی انگلیس حتما شما باش مواجه شدی که بعد از اینکه یک مدتی از کرونا گذشت، دیدیم که NHS همش گفتن اینا قهرمان های جلوی صحنه هستن، کارگرای به اصطلاح بهداشت عمومی، که در حالی که بهداشت عمومی کم اثرترین عاملی بوده که در کنترل کرونا وارد اول شده بود. تو انگلیس حداقل اینجوری بود، اینجا هم یعنی ناکارآمدی شد خوب نشون داره. ولی اینا رو به عنوان قهرمانان حساب میکرد. و قهرمان سازی به معنای اینه که یه دیگه رنج بیشتری میکشن در این رابطه تعیین بکنن و اینا رو به عنوان قهرمانان جنگ، مثل سربازان جنگ. یعنی وقتی که یک بلایی میاد، این سیستم مجبور اون رو به صورت جنگ معرفی بکنه. و اینجا من در رابطه با خشونت لازمه که وارد مسئله جنگ‌آوری بشیم، یعنی جنگ پذیری، یعنی یک جوری ملیتاریزه شدن جهان، که هم شما در این ملیتاریزیسیون رو در داخل خاورمیانه داریم میبینید و هم داریم در کشورهای غربی میبینید. یعنی ما داریم به طرف نظامی شدن داریم. و این نظامی شدن یعنی چی؟ یعنی اعمال خشونت دیگه. اصلا کسی نمیاد که تفنگ رو بسازه یا گلوله رو بسازه به خاطر اینکه طرف مقابل رو نازش کنه، که اون میخواد بکشد یه چیزی. بس در نتیجه شما وارد یک ماجرایی از اون برداری میشین که خشونت، همه متافورها میره به طرف متافورهای جنگ، متافورهایی که باید نابود کنیم، و انواع اقسام پدیده های جدید تکنولوژیکی که برای نابودی هم دیگه داریم به کار میبریم. بس بنابراین با یک سیستمی رو بودیم که اولا کنترل دست یک متافیزیکه و از طرف دیگه جنگاوری داره تبلیغ میشه. و برای چی؟ اگه جنگاوری منفعت داره، یعنی شما اسلحه میسازید، تولید میکنید، الان بزرگترین منفعت ها رو دارن کشورهای، یعنی چیزهای صنعتی به صدا نظامی دارن میبرن. و حتی تکنولوژی های دیگه که اول پیشرفت میکنن، اول تو زمین های تکنولوژی نظامی به کار میره. مثلا همین هوش مصنوعی در ابتداعا در توی نظامیگری ازش استفاده شده و بیشتر از همه پیشرفت داشته. و مسائل پزشکی، نورولوژی ما از جنگ به وجود اومده. منظورم اینه که در یک جهانی ما زندگی میکنیم که خشونت خودش یک نوع کالاست، و این رو میشه به انواع مختلفی بسته‌بندی کرد.